مجلس شورای اسلامی ایران کلیات طرحی را تصویب کرده است که بر اساس آن دسترسی بازرسان آژانس بین انرژی اتمی به تأسیسات نظامی، امنیتی و حساس غیر ای و نیز دسترسی به اسناد و دانشمندان اتمی ایران ممنوع شناخته می شود. تصویب این طرح با مخالفت های همراه بود اما در نهایت نمایندگان منتقد دولت توانستند طرح مورد نظر خود را تصویب کنند. آرش سیگارچی جزئیات بیشتری دارد. رأی مجلس به ترحی که حتی هیئت رئیسی مجلس هم موافق آن نبود و ضرورتی به آن نمیدید امروز نمایندگان مجلس ایران ترحی را تصویب کردند که شروطی را برای دولت روحانی در مذاکرات هستهای پیشرو تعیین کند. از جمله این شرایط لغو کامل تحریم ها در روز آغاز اجرای تعهدات ایران ممنوعیت دسترسی آژانس به اماکن نظامی امنیتی و حساس و عدم محدودیت برای کسب دانش ای این طرح در حالی در مجلس ایران به تصویب رسید که پیشتر هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده بود نیازی به مقابله با مصوبه سنای آمریکا نیست. دو ماه پیش سنای آمریکا طرحی را تصویب و باراک اوباما مصوبه ای را امضا کرد که بر اساس آن کنگره آمریکا در مدت سی روز متن توافق نهایی هسته ایران به گروه پنج به یک را مورد بررسی قرار میدهد و در صورتی که با آن مخالف باشد می تواند این توافق را رد کند. تصویب مصوبه مجلس ایران بی سر هم نبود. علی لاریجانی صبح یک شنبه به دلیل اینکه این تر مخالف نظر رهبر و شورای عالی امنیت ملی است آن را از دستور کار خارج کرد. اما نمایندگان با اصلاحاتی آن را بازگرداندند و در نهایت تصویب کردند. در همین رابطه رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار ایرانی مقیم استانبول از زورآزمایی علی لاریجانی و طرفداران این طرح میگوید نمایندگان در طرح اولیه گفته بودند که تفاهم نهایی ایران و غرب باید به تصویب مجلس برسد اما در مصوبه امروز آمده که توافق برای بررسی از جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه می شود. در حال حاضر نمایندگان ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک سرگرم مذاکرات هستند تا بتوانند قبل از پایان مهلت سی جوان به تفاهم برسند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.